سلام بچه، خوش اومدید. دارم این کامنت رو حد میکنم برای کسی که میان نمیدونه راجبه چیه. خب سلام، خوش اومدید. برای اونایی که در جریان نیستن، کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی رو میخونم و درباره این صحبت میکنم که چطور میشه از آموزه هاش برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کرد. صفحه 79 هستم و دارم از روی ترجمه نشر نگاه نوین میخونم. آرام پیش بروید، نترسید، کم کم و با سرعتی آرام شروع میکنیم. فقط یکی از عادتهایتان را به مدت یک هفته ثبت کنید. اگه یادتون باشه لایو دیشب راجع به این بود، راجع به ثبت کارهایی بود که حالا مثلا از دستتون در میره، مثل پولایی که خرج میکنید، غذاهایی که میخورید یا وقتی که مثلا صرف گشتن توی صفحات اینستاگرام میکنید و از این قبیل. و ادامهش اینه، آرام پیش بروید. و اینم نکته خیلی مهمه، این آرام بودن. نترسید، کم کم و با سرعتی آرام شروع میکنید. فقط یکی از عادتهایتان را به مدت یک هفته ثبت کنید. عادتی را انتخاب کنید که بیشترین کنترل را روی شما دارد. این همان جایی است که باید از آن شروع کنید. به محض اینکه پاداش اثر مرکب را دریافت کنید، خودتان به طور طبیعی این شیوه را به جنبه‌های دیگر زندگیتان وارد می‌کنید. در واقع انتخاب شما ثبت کردن می‌شود. این همون نکته مربوط به اثر موجی ریپل افکت که چند شب پیش گفتم. گفته بودم که وقتی مثلا زبان آموزها از اثر مرکب آگاه می‌شن، خیلی وقتا میان و سعی میکنن اثر مرکب رو یهو در مورد همه چیز اجرا کنن، یهو سرخیز بشن، مثلا زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی رو با هم شروع کنن یاد گرفتن، ورزش کنن، رژیم هم بگیرن، وزنشون هم کم کنن. خب این همش با هم نمیشه و این کارو میکنن و بعد شکست میخورن، نمیشه، همون هفته اول هم نمیکشه و فکر میکنن که اثر مرکب عمل نمیکنه. در حالی که اون مسئله‌ای که هست، مشکل از اثر مرکب نیست، مشکل از اینه که خواستم باز دوباره راه 100 ساله رو یه شبه تک کنم. درسته که خواستم با اثر مرکب پیش برم، اما خواستم همه رو با هم شروع کنم. این اشتباهه. آروم پیش برید و بدونید که یه چیزی به اسم ریپل افکت، اثر موجی هم هست. شما کافیه یه دونه عادت رو شروع کنید درست کردن. اصلا فرض کنید شما سیگاری هستید، 20 ساله دارید سیگار میکشید، نه اهل کتاب خوندنید، نه زبان بلدید، نه سحرخیزید، هیچیتون سر جاش نیست. برفرض توی زندگیتون فقط و فقط سعی کنید سحرخیز بشید، اصلا تمام روزتون هم وقتتون رو تلف میکنید، اصلا هیچ استفاده مفیدی از وقتتون نمیکنید، اما سحرخیز بشید، فقط روی عادت سحرخیزی کار کنید. بعد اون ریپل افکتی که داره، اثر موجی که داره، عمل میکنه به این صورت که ناخودآگاه میرید سراغ بقیه عادت هاتون، اونها رو هم درست میکنید. خب ادامهش رو میخونم. فرض کنیم انتخاب شما تا خوردنتان، انتخاب میکنید تا خوردنتان را کنترل کنید، همون رژیم، چون میخواهید وزنتان را کم کنید. وظیفه شما این است هر چیزی را که در دهانتان میگذارید یادداشت کنید. از استیک، سیب زمینی و سالادی که سر شام میخورید تا آن انتخابای خیلی کوچکتان در طول روز، مثل چوب شورهایی که در حین استراحت میخورید، تکه دوم پنیری که توی ساندویچتان میگذارید، نمونه غذا در فروشگاه کاستکو، حالا یه فروشگاه زنجیره‌ایه، و نوشیدنی ها و آب میوه ها را هم فراموش نکنید. همه ایشان را یادداشت کنید. اگر ثبتشان نکنید، چون بسیار کوچک و جزئی به نظر می‌رسند، راحت فراموش می‌شوند. باز هم می‌گویم نوشتن این موارد خیلی ساده به نظر می‌رسد و واقعاً اینطور است. البته فقط وقتی ساده است که این کار را انجام دهید. و
به همین خاطر است که از شما میخواهم همین حالا و قبل از اینکه به صفحه بعد بروید یک زمینه را انتخاب کنید و تاریخ شروعش را هم مشخص کنید. اگه حالا دم دستتون کاغذ و مداد خودکاری هست میتونید بنویسید، مثلا این شکلی که توی کتاب اومده رو براتون میخونم. من میخواهم ثبت وقایع مربوط به جای خالی را در روز جای خالی میشه امروز شروع کنم. ثبت کردن چگونه باید باشد؟ باید کامل و جامع و البته سازمان یافته، منظم، بیوقفه و همیشگی باشد. هر روز بالای یک صفحه جدید تاریخ آن روز را بنویسید و ثبت وقایع آن را آغاز کنید. بعد از پایان اولین هفته چه اتفاقی میافتد؟ احتمالاً شوکه میشوید. شما مبهوت و متحیر خواهید بود که چگونه این کالوری ها، پول ها و دقایق از دست شما در رفتن. شما هرگز نمیدانستید آنها وجود دارند، چه رسد به اینکه ناپدید هم شدند. و همین در مورد زبان. گفتم ما یه پشتیبانی توی سایت داریم. استفادهش برای زبان چی هست؟ وقتی که شما شروع میکنید به گزارش دادن میبینید که 3 روز 4 روز پشت سر هم، روزی مثلا شاید یه ربع وقت گذاشتید برای زبان، اما چون پشت سر هم بوده به نظرتون چقدر برنامه سنگین و زیادی بوده. همین که ثبتش میکنید، شروع میکنید به گزارش دادن، گزارش های بقیه رو توی سایت میخونید، من بهتون پاسخ میدم، تازه متوجه میشید که چقدر وقت کمی هم اختصاص میدید به زبان. اما چقدر این وقت کمی رو که اختصاص میدید به نظرتون تو چشم خودتون وقت زیادی به نظر میاد. بعد باید ادامه دهید. باید به مدت 3 هفته به ثبت بقایای این جنبه از زندگیتان ادامه دهید. البته گزارش دهی برای سایت ما 6 هفته است. و دلیلش رو هم توی چالش ققنوس گفتم. چالش ققنوس رو میتونید ویدیوش رو توی هایلایت انگیزشی توی همین صفحه ببینید. شاید الان در حال شکایت باشید و نخواهید این کار را انجام دهید، اما به من اعتماد کنید. پس از 1 هفته نتایج چنان شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند که خودتان برای 2 هفته بعد این کار را ادامه می‌دهید. این را تضمین می‌کنم. چرا 3 هفته؟ حتما شنیدید که روانشناسان می‌گویند هیچ چیزی به یک عادت تبدیل نمی‌شود مگر اینکه به مدت 3 هفته آن را مکرر انجام دهید. هرچند از لحاظ علمی دقیق نیست، ولی معیار خوبی است و برای من مؤثر بود. بنابراین اگر ایدئال در نظر بگیریم، از شما میخواهم به مدت 21 روز رفتارهایتون را ثبت کنید. اگر از انجام این کار امتناع کنید، من چیزی از دست نمیدهم. این چربی های دور شکم، مشکل قلبی، موجودی حساب بانکی یا رابطه‌ای که در آن مشکل دارید، مشکل من نیست. شما در حال خواندن این کتاب هستید چون میخواهید زندگیتان را تغییر دهید، درست است؟ و من هم به شما قول دادم که این کار قرار است آرام پیش برود، مگر نه؟ این کار بی زحمت نیست، ولی ساده و شدنی است، پس انجامش دهید. البته این رو هم بگم در مورد 21 روزی که گفته میشه، مدت‌ها پیش حالا بر اساس مطالعه جدید روانشناسی گفتن که این درست نیست و از یه آدم به یه آدم دیگه فرق میکنه. ممکنه یه آدمی توی 3 هفته یه چیزی براش یه عادت جدید بشه، یه عادت بدی رو بتونه بذاره کنار، اما برای همه این شکلی نیست. پس اگه یه همچین روشی رو در پیش گرفتید، 3 هفته شد و اون چیزی که باید بشه عادت نشد براتون، سرخورده نشید. و خیلی جنبه های مختلفی وجود داره برای اینکه یه چیزی تبدیل به عادت بشه براتون. چه بسا که شما یک کاری شروع میکنید، مثلا یادگیری زبان، 3 هفته میگذره خوبم پیش میره، ولی هفته 4 یهو پشتتون باد میخوره. خیلی چیزا، نکات ریزی وجود داره که کمک میکنه شما اون عادت رو ادامه بدید. یکی از اون نکاتی که کمک میکنه این هست که تنها نباشید. مثلا ما توی سایت، توی بخش گزارش دهی، زبان آموزهای دیگر رو هم داریم. شما میتونید هر روز گزارش های اونها رو هم بخونید، با چالش های اونها هم آشنا بشید. همین که بدونید تنها نیستید، اون چیزی که چالش برای شماست برای دیگری هم هست، اون چیزی که مشکل برای شماست برای دیگری هم هست، این خودش یه جورایی هلتون میده به سمت جلو. و این که بدونید یکی هست این راهو رفته و داره راهنماییتون میکنه. چه پیتفال هایی توی مسیر هست، چه موانعی هست، چه چالچوله هایی هست که ممکنه دچارشون بشید، اینها کمکتون میکنه که هل داده بشید به سمت اون هدف. وگرنه احتمالاً تجربهش رو دارید که بارها یک کاری رو شروع میکنید،
تا یه جایی پیش میرید و بعد نصف رهاش میکنه. علتش مسائل خیلی خیلی متعددیه. یکیش میتونه تنها بودنتون باشه، یکیش میتونه این باشه که یک منتور ندارید، یک کسی که بهتون بگه مشکلات مسیر چیه و چه چیزهایی نباید سرخوردتون کنه، چه چیزهای عادیه، چه چیزهای طبیعیه توی اون مسیر. پس اگه یه چیزی رو شروع کردید، مثل ورزش، مثل رژیم، مثل یادگیری زبان، مثل ترک فرض کنید سیگار، و نشد، موفق نشدید، فکر نکنید مشکل از شماست. مشکل در اون مدل رفتاری که شما در پیش گرفتید. شما از چالش‌های مسیر خبر ندارید. خب مثلا ببینید یه زبان آموزی میاد و توی گزارش‌دهی به من میگه من الان ترم فرض کنید دوی استارتر هستم، اولین کتاب امریکن فایل، و هنوز این بخشای استرس یه چیزی به اسم استرس دارید توی تنفس‌ها، این رو من نمیفهمم، این جایی که فایل صوتی پخش میشه من استرس رو گوشم تشخیص نمیده، من چرا خنگم، من چرا فلانم. بارها این رو از زبان آموزها شنیدم. کسی خنگ نیست این وسط، کسی کمهوش نیست، مشکل استعداد و اینها نیست. درد که استرس به عنوان یه نمونه از چیزایی که باید یاد بگیرید مال ترمای خیلی بالاتره. شما باید تا یه مدت فقط همجوری تحمل کنید، یه سری فایل صوتی رو گوش بدید فقط تا گوشتون بخواد عادت کنه به عنوان یه بزرگسال. بعد میرسید به مرحله‌ای که خیلی راحت و طبیعی این استرس ها رو تشخیص میدید. اون زمانهای اول اگه کسی نباشه که بتونین این رو بگه، خودتون فکر میکنید که استعدادش رو ندارید، استعداد یادگیری زبان رو ندارید، در صورتی که اصلا مسئله استعداد نیست. یه سری چیزها هست، یه آدمی مثلا میاد فرض کنید کتاب استارتر رو شروع میکنه، قبلا 10 ترم زبان رو به صورت پراکنده توی مؤسسات مختلف خونده. بعد مثلا شما هم شروع کنید استارتر رو، ولی کلا توی دبیرستان یه زبان خوندید و دیگه با زبان سر و کار نداشتید. خب مدل پیشرفت این دو نفر هم با هم فرق میکنه. خیلی نکات و مسائل هست که فقط کسی که مدرستونه، همراهتونه و میتونه بهتون مشاوره بده، اون شخص میتونه کمکتون کنه. حالا اینو نمیگم که فقط برای خودم. اگه از هر جای دیگه‌ای، هر سایت دیگه، هر پیج دیگه‌ای پکیج تهیه کردید برای آموزش زبان و خواستید که به اصطلاح خودآموز پیش برید، بدونید خودآموز برای کسی که هیچ زبانی به صورت آکادمیک یاد نگرفته امکان پذیر نیست. شما حتما باید یک همراه داشته باشید. حالا از مدرسی که توی اون پیج هر پیج دیگه فعالیت میکنه باید بخواید که بهتون این پشتیبانی رو بده، وگرنه مطمئن باشید که به ما نمیخواید. در مورد اینکه خودآموز اصلا یعنی چی و چه سبک خودآموز هستم یه ویدیو درست کردم به اسم خودآموز، این رو توی یه هایلایت حتما تماشا کنید، پیج میتونید ببینید. بسیار خب، پس این بخش رو خواستم توضیح بدم. یکی 21 روزه یه چیزی رو یاد میگیره، یه عادت جدید به عادتاش اضافه میشه. یکی مثلا 9 ماه، 10 ماه، 1 سال. به خودتان قول دهید که این کار را شروع میکنید. همین امروز انتخاب کنید که در 3 هفته یا آینده دفترچه یادداشت کوچکتان را یا یک دفترچه بزرگ اگر برایتان اقوا کننده تر است همراه داشته باشید و هر چیز کوچک مربوط به زمینه انتخابیتان را در آن یادداشت کنید. بعد از این 3 هفته چه اتفاقی میافتد؟ وقتی میبینید صرف آگاه شدن از اقداماتتان چگونه شروع به تغییر و شکل دهی آنها می کند، از شوکی که در انتهای اولین هفته به آن دچار شده بودید به یک غافلگیری شادی بخش و راضی کننده می رسید. طوری می شود که از خودتان می پرسید آیا واقعا می خواهم این شکلات را بخورم؟ مجبورم دفترچه یادداشتم را بیرون بیاورم و آن را یادداشت کنم. کمی احساس خجالت زدگی و گناهکاری می کنم. با نخوردن آن شکلات 200 کالری کمتر مصرف میکنید و اگر هر روز از خوردن آن شکلات خودداری کنید در کمتر از 2 هفته تقریبا 1 پوند معادل حدودا 450 گرم از وزنتان کم میشود. یا یعنی اینکه شروع میکنید به جمع کردن 4 دلاری که هر روز در مسیرتان به سمت محل کار برای خرید قهوه صرف میکنید و متوجه میشوید خدای من در این 3 هفته فقط 60 دلار برای خوردن قهوه پرداختم. وای، این یعنی 1000 دلار در سال، یا مرکب شده یا در 20 سال می شود 51833 دلار.
هزینه یک فنجان قهوه باید چقدر باشد که خرید آن را متوقف کنید؟ دوباره تکرار کنم، آیا من میگویم این عادت روزانه خرید یک قهوه 4 دلاری در مدت 20 سال برایتان $51,833 هزینه خواهد داشت؟ بله دقیقاً. آیا میدانستید هر 1 دلاری که امروز خرج میکنید، البته مهم نیست که آن را خرج چه چیزی میکنید، در 20 سال آینده تقریباً به اندازه 5 دلار برایتان هزینه دارد و در 30 سال آینده این هزینه به 10 دلار میرسد؟ البته این حالا به سبک اقتصاد آمریکاست. دلیلش این است که اگر شما 1 دلار رو با سود 8% سرمایه گذاری کنید، در 20 سال آینده ارزش آن تقریباً 5 دلار خواهد شد. میگم بازم این مال اقتصاد آمریکاست، شاید توی ایران جواب نده. حالا شما میتونید در مورد یادگیری زبان به این فکر کنید، به اینکه شاید نیم ساعت در روز، 5 روز در هفته خیلی زیاد نباشه، اما تو 6 ماه میشه چقدر؟ تو 1 سال میشه چقدر؟ قبلا وقتی به برچسب قیمت کالایی نگاه میکردم و میدیدم که مثلا نوشته شده 50 دلار، به غلط فکر میکردم آن کالا برایم 50 دلار هزینه دارد. بله البته همین امروز، اما اگر ارزش به قوه همان 50 دلار را پس از 20 سال سرمایه گذاری محاسبه کنید، متوجه می شوید که ارزش واقعی آن، یعنی آنچه که با خرج کردن این پول به جای سرمایه گذاری آن از دست می دهید، 4 یا 5 برابر بیشتر است. به عبارت دیگر، هر بار کالایی را بررسی می کنید که قیمت آن 50 دلار است، باید از خودتان بپرسید آیا این کالا 250 دلار می ارزد؟ اگر آن کالا امروز برایتان 250 دلار ارزش دارد، پس ارزش خریدن را دارد. دفعه بعدی که به فروشگاهی مثل کاسکو رفتید که پر از انواع چیزهای شگفت‌انگیزی است که نمی‌دانید باید آنها را داشته باشید یا نه، این موضوع یادتان باشد. شما به آنجا می‌روید تا مثلا با 25 دلار کالاهای ضروری را که نیاز دارید بخرید، ولی در عوض با یک سبد پر از کالا به ارزش 400 دلار از آنجا خارج می‌شوید. گاراژ خانه من شبیه قبرستان کالاهای کاسکو است. دفعه بعد که به اینجور فروشگاه‌های حراجی بزرگ رفتید، کالاها را از دید ارزششان در آینده ارزیابی کنید. در این صورت احتمالش بیشتر می‌شود که از خرید یک کیک پس 50 دلاری صرف نظر کنید تا در آینده 250 دلار بیشتر در حساب بانکتان داشته باشید. اگر برای سال‌های متمادی هر روز و هر هفته انتخاب‌های درستی بکنید، به سرعت می‌بینید که چگونه می‌توانید پولدار شوید. وقتی اعمالتان را با این آگاهی ثبت می‌کنید، پی می‌برید که در زندگیتان به شکل بسیار متفاوتی ظاهر می‌شوید. می‌توانید از خودتان بپرسید آیا عادت روزانه خوردن 1 لیوان قهوه به قیمت نهایی 1 مرسدس بنز می‌ارزد؟ و خب حالا من این سوال می‌پرسم، آیا مثلا عادت روزانه 2 ساعت تلویزیون تماشا کردن به قیمت نهایی این که 1 سال بگذره و توی 1 سال 365 ضرب در 2 میشه چند؟ حالا حدود 700 خورده ای ریاضیم خوب نیست، اینقدر ساعت رو میتونستید فرزن، حالا 2 ساعت در روز رو که اصلا توصیه نمی کنم، اصلا نصفش 350 ساعت رو صرف یادگیری زبان انگلیسی کنید، اما اون رو صرف تماشای تلویزیون کردید، خصوصا برنامه های واقعا بی مصرفی که توی تلویزیون ما نمایش داده میشه. حتی بهتر از آن، دیگر دچار بیخوابی هم نمیشوید. برای قهوه گفته، البته تلویزیون هم تاثیر رو داره ها. شما هوشیار و آگاه هستید و انتخاب های بهتری میکنید و همه اینها فقط با یک دفترچه یادداشت کوچک و یک خودکار اتفاق میفتد. خیلی شگفت انگیز است مگر نه؟ این رو میتونید در مورد وقت گذروندنتون توی شبکه‌های اجتماعی هم در نظر بگیرید. زمانی که موبایلتون رو برداشتید که برید وارد اینستاگرام بشید، تایمی که وارد میشید و بنویسید، تایمی که دیگه گوشی رو گذاشتید کنارم بنویسید، اصلا بدون اینکه حتی سعی کنید این تایم رو کاهش بدید، فقط برای نظارت بر این عادتتون. یا تایمی که میشینید پای تلویزیون بنویسید، تایمی که پا میشید از پای تلویزیون بنویسید، آخر روز جمع بزنید ببینید چند ساعته. قهرمانان گمنام. وقتی ثبت وقایع زندگیتان را شروع کنید،
توجهتان همانقدر که روی کوچکترین چیزهایی که درست انجام می دهید متمرکز می شود، روی کوچکترین چیزهایی هم که اشتباه انجام می دهید جمع خواهد شد. و وقتی انتخاب می کنید که حتی کوچکترین اصلاحات را در مسیرتان مدام و پایدار انجام دهید، بعد از مدتی نتایج شگفت‌انگیزی را در زندگیتان می بینید. اما منتظر توجه فوری دیگران نباشید. این خیلی نکته مهمیه. نه فقط منتظر توجه فوری دیگران نباشید، که اصلا منتظر دیگران، منتظر توجهشون نباشید. اگه هدفتون این هست که این عادت‌ها رو برای خودتون ایجاد کنید، به خاطر خودتون این تغییرات رو ایجاد کنید، دیگه اصلا نباید براتون مهم باشه که دیگران چی میگن. به حرفشون اهمیت ندید. وقتی میگویم اصلاحات کوچک، از تغییرات کاملا نامشهود صحبت میکنم و احتمالاً کسی به زودی متوجه آن تغییرات نخواهد شد. کسی شما رو تشویق نخواهد کرد و هیچ کس برای این تلاشای شما کارت تبریک یا جایزه‌ای نمی‌فرستد. با این حال سرانجام اثر مرکب آنها باعث نتایج استثنایی خواهد شد. این اقدامات منظم کوچک هستند که در طول زمان نتیجه می‌دهند. همان تلاش و آماده سازی برای بزرگترین پیروزی ها که در زمانهایی انجام می شوند که دیگران به آنها توجهی نمی کنند. با این حال نتایجشان استثنایی است. اسبی را در نظر بگیرید که تنها با اختلاف یک وجب فاتح مسابقه می شود، اما پولی 10 برابر بیشتر از نفر دوم جایزه می گیرد. آیا آن اسب 10 برابر سریع‌تر است؟ نه، فقط کمی بهتر بوده. آن دویدن‌های اضافه، نظم و ترتیب فوق‌العاده در تغذیه اسب یا تمرین‌های بیشتر سوارکار بود که باعث شد نتیجه‌ای بهتر با جوایزی مرکب به دست آید. بعد از شرکت در صدها مسابقه و نواختن هزاران ضربه، فرق بین گلف باز برتر و نفر دهم به طور متوسط فقط 1.9 ضربه است، ولی تفاوت جایزه آنها 5 برابر، 10 میلیون دلار مقابل 2 میلیون دلار است. گلف باز برتر 5 برابر بهتر نبود. او حتی 50% بهتر یا 10% هم بهتر نیست. در واقع اختلاف بین میانگین امتیازات او فقط 2.7% بهتر است. با این حال نتایجش 5 برابر بیشتر و بهتر است. این قدرت عوامل کوچکی است که کم کم جمع شدند. این عوامل بزرگ نیست. این عوامل بزرگ نیستند که در پایان جمع شوند. این برای کسایی که فکر میکنند برای شروع حتما باید یک کار بزرگ انجام بدن. برای شروع برن مثلا 3 روز در هفته، روزی 6 ساعت برن کلاس فشرده زبان یاد بگیرن. کارهای بزرگ نیست که نتیجه بده. کارهای بزرگ از همون اولم اتفاقا بیشتر باعث سرخوردگیتون میشه. ما یه زبان مثلی داریم، میگیم سنگ بزرگ علامت نزدنه. خب وقتی که نخواهید شروعتون تدریجی باشه، وقتی نخواهید شروعتون کوچیک باشه، مطمئناً اون راه ادامه دار نیست. کسی که سالها زبان نخونده، یه مدت خونده رها کرده، یه خونده رها کرده و دوباره میخواد همون برنامه اشتباه رو در پیش بگیره، خب بازم همون نتیجه اشتباه رو میگیره. یه ویدیوی درست کردم کوتاه به اسم مرغ یا عقاب، در روی همینه. توی هایلایت بهترین سال زندگی توی همین پیجه حتما ببینید. پس این قدرت عوامل کوچکی است که کم کم جمع شدند. این عوامل بزرگ نیستند که در پایان جمع می شوند، بلکه این صدها، هزاران یا میلیون ها عامل کوچک است که عادی را از خارق العاده جدا می کنند. برای تبدیل شدن به کسی که ضربه های بهتری می زند، به چیزهای کوچک بیشماری نیاز دارید که فرق می کند با پوشیدن آن لباس ورزشی سبز رنگ که برایتان شانس می آورد. اجازه دهید چند مثال از ثبت تغییرات کوچک را به شما نشان بدهم که باعث نتایج بزرگی شدند. یه دونه رو می خونم و علایی به امشب تمام می شه. قدم زدن در شرکت. من به مدیر اجرایی یک شرکت به نسبت بزرگ که فروش سالانه‌اش بیش از 100 میلیون دلار بود مشاوره می‌دادم.
فیلیپ کارآفرین و مؤسس شرکت بود. شرکت کارش را خوب انجام میداد، اما من بی‌تعهدی، بی‌اعتمادی و نبود اشتیاق را در فرهنگ سازمانی شرکت او تشخیص دادم. از این موضوع خیلی تعجب نکردم، چون فهمیدم فیلیپ بیش از 5 سال است که به تعدادی از بخش‌های شرکتش هیچ سری نزده است. او با بیش از 80% از کارمندانش هیچ وقت رو در رو صحبت نکرده بود. همراه تیم مدیریتیش در یک حباب زندگی میکرد. از فیلیپ خواستم فقط یک تغییر کوچک را دنبال کند. هفته‌ای 3 بار باید از دفتر کارش خارج شود و در ساختمان شرکت قدم بزند. هدفش این بود که حداقل 3 نفر را پیدا کند که کارشان را درست انجام می‌دادند یا چیز خوبی درباره‌شان شنیده باشد و بعد مراتب قدردانی خودش را شخصاً به آنها اعلام کند. این تغییر کوچک در رفتارش کمتر از 1 ساعت در هفته از او وقت می‌گرفت. 1 ساعت در هفته. ولی در طول زمان تأثیرات بزرگی داشت. کارمندانی که فیلیپ از آنها قدردانی کرده بود شروع کردن به تلاش بیشتر تا تقدیر بیشتری کسب کنند. بقیه کارمندان هم با دیدن اینکه تلاش بیشتر دیده و تقدیر می شود شروع کردن به بهتر کار کردن و تلاش بیشتری از خودشان نشان دادن. اثر موجی ناشی از نگرش جدیدشان به تعاملات و برخوردهایشان با مشتریان سرایت کرد و باعث شد که تجربه مشتریان بهتر شود و در نتیجه کسب و کارشان رونق بیشتری را تجربه کند و همین موضوع به نوبه خود غرور و افتخار کارکنان را بیشتر کرد. در طول 1 دوره 18 ماهه این تغییر ساده فرهنگ شرکت را 180 درجه تغییر داد. سود خالص شرکت به همین دوره با استفاده از همان تعداد کارکنان و بدون سرمایه گذاری اضافه در بازاریابی بیش از 30% بیشتر شد. تمامشان به این خاطر بود که فیلیپ متعهد شد یک کار کوچک و به ظاهر ناچیز را در 1 دوره زمانی مدام انجام دهد. سر صفحه 87 خوندم و همین قضیه تغییر به ظاهر ناچیز رو در مورد زبان هم من روش تأکید میکنم. اگه مدت ها سال هاست که میخواید زبان رو یاد بگیرید و هنوز موفق نشدید و تصور میکنید که باید توی مدت کوتاهی یه اتفاق بزرگ بیفته، مثلا توی 2 ماه، 4 ماه، 6 ماه یهو از سطح مبتدی برسید فرضاً به IS6، بدونید که این طرز فکر اشتباهه. این شدنی نیست. اگه یه زمانی شد، جایی سخت شد، خب من حرفم رو عوض میکنم. یکی هم افرادی که قصد مهاجرت دارم، بارها شده زبان آموزهایی میان سراغم که قصدشون مهاجرته برای ادامه تحصیل یا غیره و میگن که وکیلمون بهمون گفته که 6 ماهه میتونه IELTS بگیری. کلی پول به وکیل میدن و بعد با همین وعده 6 ماهه میتونی IELTS بگیری میان از سطح مبتدی میخوان IELTS بگیرن. و به این افراد میگم هر وقت یه وکیلی کسی بهتون اینو گفت بهش بگید به من یکی رو نشون بده که 6 ماهه IELTS گرفته. و اینم بگم 6 ماهه میتونید IELTS بگیرید. اصلا IELTS اینطور نیست که بهتون داده نشه. IELTS قبولی ردی نداره. شما برید ثبت نام کنید 0 رو بهتون میدن. برید توی جلسه شرکت کنید 1تون رو میگیرید. اصلا نیازی نیست حتما جواب قبولی ردی بهتون داده بشه. اما مثلا اینجاست که حداقل نمره قابل قبول 6ه و برای اون شما نمیتونید مبتدی باشید و از سطح مبتدی نمیتونید برسید. و اگه کسی بوده که 6 ماهه 6شو گرفته اون مبتدی نبوده. پس اگه کسی گفت آره من میشناسم مثلا 6 ماهه IELTSشو گرفت، بگو بهم نشونش بده. حتی اگه اومد مدرک IELTSش هم نشون داد بهتون، باید بهتون اثبات کنه که 6 ماه قبل از گرفتن اون مدرک واقعا سطحش مبتدی بوده. تا وقتی یه همچین چیزی خودتون ندیدید به اساس حرفی که از اینو میشنوید اقدام نکنید. خب لایو طولانی شد. مرسی از همه شمایی که حضور داشتید. شبتون بخیر.